قیام کنن، اون پرچمش پرچم طاغوته. بله. بعد روحانی برگشته بود تو ایران به من میگفت که این پرچم یعنی هر کس که ادعای حضرت ولیعصر عجل الله تعارف دروغه، این دروغه. اینجوری روایت تو شما کلمات روایت را ببینید، کل رایت ترفع قبل قیام الحج علیه السلام فصاحب طاغوت. روایت این را نگفته که هر کسی ادعا بکند که من حضرت ولیعصر علیه السلام هستم، بله او تا اینا دروغ میده، این قیود را اینا از پیش خود میزنن، روایت کون را نداره. یا اون روایات بقیه که آمده در این باب در کتاب شریف، در کتاب شریف وسائل الشیعه آمده، غیبت نعمانی آمده، در کتاب مقدمه کتاب شریف صحیفه سجادی آمده. این قیودیه که اینا چون دلیل ندارن از پیش خود میزنن. مثلا میگن که اون کسی که این ادعایش باطل باشه یا ادعا بکنه من امام زمان علیه السلام، روایت کون را نگفت. روایت گفته هر پرچمی که قیام بکنه قبل از قیام حضرت صاحب زمان علیه السلام صاحب شیطانه دیگه. این برادر عزیز من خیلی واضح روشنه، این بگو این قید را از کجا آورده؟ این قید که در روایت نیست، این از پیش خود آورده، اضافه میکنی. اونجا هم که بسودر فرموده که شما قیام نکن، در منزلت بمان تا سفیانی ظهور بکنه، خب خیلی واضح روشنه که هر کسی قیام کرد شما کاری به کارش نداشته باش، شما در این امور مداخلت نکنید و بی تفاوت بمانید. اون خیلی واضح روشنه، بگو این قید را نشان بده، در حدیث نشان بده این از کجا در آوردی، از پیش خود الکی بگو، اضافه نکن. حالا آخرین چیزی که میخوام بگم، مثلا این روحانی به میگفت من قانون نکرد باز، میگفت اگه اینجوری باشه ما داریم حکومت یهودی یا صهیونیست‌ها رو داریم مثلا توسعه میدیم، حکومتشون رو سهه میذاره بر حکومتشون. اگه اینجوری حالا مثلا فرض کنید این همه علما قیام نکردن، ببینید از در عصر غیبت حساب بکنید، از نواب اربعه حساب بکنید تا آقا آیت الله الحکیم و بله تا امروز مثلا مراجع نجف، آقای سیستانی، بقیه اینا قیام نکردن، تا آقای خویی، اینا همگیشون راضی بودن که بله، اینا همشون صهیونیست بودن، جاسوس امریکا بودن، یا راضی بودن که صهیونیستا بگیرن. اینطوری نیست جان من. امام صادق علیه السلام قیام نکردن، امام کاظم علیه السلام قیام نکردن، این معنایش این نیست که ما صهیونیست هستیم. برای قیام نکردیم یعنی شما این فتنه ها میاد، این فتنه ها میرد، شما خودتان علکی به کشتن ندید، اینها حقه هستن، اینا بنا از نام ما سوء استفاده میکنه، منظورش اینه. بله برادر، منظور این نیست که ما راضی هستیم که یهود بیاد بگیرد، من با اون هم راضی نیستیم، نه جانم. بله،